پس بعضی از مردم اورشلیم گفتند آیا این همان کسی نیست که می‌خواهند او را بکشند؟ ببینید او در اینجا به طور علنی صحبت می‌کند و آنها چیزی به او نمی‌گویند. آیا حکمرانان ما واقعا قبول دارند که او مسیح موعود است؟ اما وقتی مسیح ظهور کند هیچ کس نخواهد دانست که او اهل کجاست. با وجود این ما همه می‌دانیم که این مرد اهل کجاست. از این رو وقتی عیسی در معبد بزرگ تعلیم می‌داد با صدای بلند گفت: آیا مرا می‌شناسید و می‌دانید که اهل کجا هستم؟ من به دلخواه خود نیامدم، زیرا فرستنده من حق است. شما او را نمی‌شناسید، اما من او را می‌شناسم، زیرا از جانب او آمدم و او مرا فرستاده است. در این وقت آنها خواستند او را دستگیر کنند. اما هیچ کس دست به طرف او دراز نکرد، زیرا وقت او هنوز نرسیده بود. ولی عده زیادی به او ایمان آوردند. آیا وقتی مسیح ظهور کند از این شخص بیشتر معجزه می نماید؟ فریسیان آنچرا که مردم درباره او به طور پنهانی می گفتند شنیدند. پس آنها و سران کاهنان پاسبانانی فرستادند تا عیسی را بازداشت کنند. فقط مدت کوتاهی با شما خواهم بود و بعد نزد فرستنده خود خواهم رفت. شما به دنبال من خواهید گشت اما مرا نخواهید یافت و جایی که من خواهم بود شما نمیتوانید بیایید. پس یهودیان به یک دیگر گفتند: کجا میخواهد برود که ما نتوانیم او را پیدا کنیم؟ آیا میخواهد نزد کسانی برود که در میان یونانیان پراکنده هستند و به یونانیان تعلیم داد؟ او میگوید به دنبال من خواهید گشت اما مرا نخواهید یافت و به جایی که من خواهم بود شما نمیتوانید بیایید. مقصود او از این حرف چیست؟ در آخرین روز که مهمترین روز عید بود، عیسی ایستاد و با صدای بلند گفت: اگر کسی تشنه است نزد من بیاید و بنوشد، همان گونه که کتاب مقدس میفرماید نهرهای آب زنده از درون آن کسی که به من ایمان بیاورد جاری خواهد گشت. عیسی این سخنان را درباره روح القدس گفت که میباید به مؤمنین او داده شود و چون هنوز عیسی جلال نیافته بود روح القدس عطا نشده بود. بسیاری از کسانی که این سخن را شنیدند گفتند: این مرد واقعا همان نبی موعود است. آیا مسیح از جلیل ظهور میکند؟ مگر کتاب مقدس نمیگوید که مسیح باید از خاندان داوود و اهل دهکده او یعنی بیت لحم باشد؟ به این ترتیب درباره او در میان جمعیت دو دستگی به وجود آمد. عده‌ای خواستند او را دستگیر کنند اما هیچ کس به طرف او دست دراز نکرد. بعد از آن پاسبانان نزد سران کاهنان و فریسیان برگشتند. کاهنان از آنها پرسیدند: چرا او را نیاوردید؟ تا به حال هیچ کس مانند این مرد سخن نگفته است. آیا او شما را هم گمراه کرده است؟ آیا کسی از رؤسا و فریسیان به او گرویده است؟ و اما این آدم هایی که از شریعت بی خبرند، ملعون هستند. نیقودیموس که در شب به دیدن عیسی آمده بود و یکی از آنها بود پرسید: آیا شریعت به ما اجازه می‌دهد کسی را محکوم کنیم بدون آنکه به سخنان او گوش دهیم و بدانیم چه کار کرده است؟ مگر تو نیز جلیلی هستی؟ بررسی کن و ببین که هیچ نبی از جلیل ظهور نکرده است.